دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان سند چارچوب استراتژیک برای حمایت از افغانستان را پخش کرده است. به گفته یوناما این چارچوب تمرکز بیشتر بر کمک‌های بشری و مسئله بانوان و دختران در افغانستان خواهد داشت. این چارچوب استراتژیک یک پیشنهاد قوی برای کمک به افغانها برای رسیدگی به نیازهای اساسی بشردوستانه و تکمیل کننده روند جاری کمک‌های بشردوستانه نجات دهنده زندگی است. افغانستان خلق شدیدن اړتیا لري چې مرګری ملتونه خپل کومکونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دوی بچې د بیوزلو بیچاره د ماشومان او د میرمن او د نجونو سره خپل کومکونو ته ادامه ورکوي. همزمان با این رئیس دفتر سیاسی امارات اسلامی در قطر می افزاید که مسائل بشری باید از مسائل سیاسی جدا ساخته شوند و سازمان ملل باید برای کاهش فقر پروژه های انکشافی را اجرا کند. د فقر د ختمولو او د کاري فرصتونو د ایجادولو لپاره اړینه ده چې ملګری ملتونه او نور انکشافي پروژو پیل ته توجه وکړي، اقتصادي بندیزونه ختم کړي او مهمه ده چې بشري مسایل له سیاسي مسایلو څخه جلا کړي. از سوی دیگر برخی از آگاهان مسائل اقتصادی و سیاسی به این باور هستند که مردم افغانستان نیازمند کمک‌های بشری هستند و این سازمان باید کمک‌هایش را بیشتر کند. له دغو قشرونو سره کمک کول او له ماشومانو سره کمک کول او له بې ځایه سوي کسانو سره کمک کول او دوامداره کمک کول دا کولی سي چې د افغانستان پر روان اقتصادي وضعیت باندې مثبت اغیزه وکړي. په حکومت سفر سفیری افغانستان هم لازم حتا به خاطر جلب حمایتهای بیشتر جامعه جهانی و خصوصا نهادهای سازمان ملل متحد با این نهاد همکاری مستقیم نموده و در قسمت رسانیدن کمک ها مردم افغانستان با سازمان ملل متحد همکاری های مستقیم و هماجان نماید. این در حال است که اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در واپسین گزارشش گفته بود که نزدیک به 29 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیازمندند.